درودی متواضعانه خدمت همه شما بینندگان تلویزیون اندیشه. برنامه دیگر از روانشناسی خودمونی رو با شما آغاز میکنم و امیدوارم که تنتون سالم باشه در این روزهای پرخطر و دلتون در حد ممکن و مقدور به قول زنده نادر نادرپور شاد. این اولین برنامه من بعد از فوت شجریان، آقای شجریان، این هنرمند موسیقی اصیل ایرانی، و در درجه اول فکر کردم به ملت ایران و به خانواده شجریان و به خصوص به خانواده فرهنگ و هنر ایران این فقدان رو تسلیت بگم. البته من فکر میکنم که در تمام رخدادهای تاریخ یک ملت یک رازی برای باقی ماندن و رخنه کردن در صفحات تاریخ وجود داره، رازی که در مرگ آقای شجریان برای ملت ما برملا شد، اینه که اگر چهره‌هایی از مردم ایران سر بزنگاه‌های تاریخی به قدرت حاکم سر تسلیم فرود نیارن و از مردم و خواسته‌های مردم فاصله نگیرن و از اصول اصالت‌های انسانی بیرون نرن، مردم و جاها و تاریخ اونها رو فراموش نمیکنه و این درس بزرگی هست برای هنرمندانی که برای ثروت بیشتر به قدرت‌های فاسد قندیل حاجت می آویزند. اونها باید بدونن که هر کسی که وقتی حکومتی مشابه حکومت ایران هست، هر کسی که رو به حکومت بنشینه پشت به ملت داره و هر کسی که رو به ملت بنشینه پشت به حکومت داره. و این رو خب در گذشت این هنرمند نشون داد. از طرف دیگه ما واکنش‌های متفاوتی در این رخداد تاریخی دیدیم. بعضی‌ها او رو به جنبش چپ نسبت دادن، به توده‌ای‌ها نسبت دادن، سفرش رو به روسیه، نزدیکیش با میم سایه. بعد برخی او رو به مذهبیون نزدیک دونستند، با آیت الله زنجانی نزدیک بود و با چهره‌های سرشناس مذهبی نزدیک بود، برای آیت الله ها گفتمان دائمی داشت و خیلی به او تاختند. من دلم میخواد که یک بار اقل از یک زاویه معقول ما به این مسئله نگاه کنیم. یه دی فوش دادن که او ضد رژیم پادشاهی بود. ببینید، من دلم میخواد که ما واقعا بدون غرض و مرض و با ذهن باز و قلبی منصفانه یک چیز رو، یک پدیده رو بررسی کنیم که این بسیار مهم هست. شما به باورهای قلبی، به باورهای اخلاقی فرض کنید توده‌ای ها بچسبید، ببینید که اونها میگن که عدالت اجتماعی، اقتصادی و نان برای همه و امکانات برای همه، اینو از توده‌ای‌ها داشته باشید. بعد برید سراغ
مذهبیون که اگر به مذهب به دکان مذهبی نگاه نکنید میگه انسان میبایست اخلاقی باشه، دروغ نگه و با دیگران منصفانه برخورد کنه، حق کسی رو نخوره، آلوده فساد نباشه، دست به کارهای تبهکارانه نزن. اینم شما بگیرید از مذهبیون. بعد بیاید همطور قسمت بیاید جلوتر و ببینید آیا از مجموعه این گرایش ها، چون خیلی وقتا دوستانی که رو فیسبوک میخوان به خود من اهانت کنن یا حرف زشت و درشت بزنن، چیزی که میگن، میگن که مثلا تو برو دیگه، تو که طرفدار مهدی بازرگان بودی دیگه، تو یکی برو مثلا حرف مفت نزن. بعد یه دی دیگه برمیگردن میگن تو که جزء چپی ها بودی، یه دی دیگه برمیگردن میگن که تو که جزء مجاهدین بودی. حالا واقعیت ببینید، من دیگه تو سن 73 سالگی هیچی سود نمیبرم از اینکه با شما به دروغ سخن بگم. خب فقط پوست اخلاقی خودم منفجر میشه اگر به دروغ پناه ببرم، برای اینکه چهار تا حرف ناروا شماها نزنید. من تا امروز که روبروی شما ایستادم، من نه عضو نهضت آزادی یعنی حزب آقای بازرگان بودم، نه عضو مجاهدین بودم، نه عضو چپی ها بودم، اما یک شیوه گلچینی از هر کدام این گروه ها که در یک مسیر سخن می گفتند و مبارزه می کردند خوشم می اومده. حالا اون مسیر رو شما دنبال کنید، اون مسیر میشه ارزش های انسانی که موجب سعادتمندی اکثریت انسان هاست. اگر حزب توده اومد گفت آموزش باید تا سطوح بالا برای همه طبقات رایگان باشه، من از این حرف خوشم میاد. پادشاه فقید وقتی که اومد گفت ما به دانشجویانمون حتی پول میدیم که به ادامه تحصیلشون بپردازند، من خوشم آمد. وقتی ملکه سابق ایران، من 28-9 سالم بود، وقتی ملکه سابق ایران از طریق خانم نردین امیر طهماسب و لیلی امیر ارجمند از من در کتابخانه کاخ نیاوران دعوت کرد که روش بهبودی پرورشگاه های ایران رو بنویسم و در برای سراسر ایران برای اجرا بفرستم، چون اعتراض کرده بودم به مدل مواظبت از کودکان بی سرپرست در به اصطلاح پرورشگاه هایی که زیر اسم شهبانو اداره می شد، اعتراض کرده بودم به این در یه نشستی در هتل هیلتون تهران. ایشون همه فکر می کردن من الان می برن ساواک، ولی آقای هوشنگ نهاوندی یه کارتی، یا هوشنگ نهاوندی بود یا نردین امیر طهماسب، یه کارتی آورد داد به من و گفتش که 10:30 صبح فردا در کاخ نیاوران ملکه سابق ایران میخوام با تو صحبت کنم. خب من اینو بارها در وسایل ارتباط جمعی گفتم و گفتم از این واکنش ملکه سابق ایران، از کارهای درست پادشاه فقید ایران من طرفداری کردم، خوشم آمد، اما از اینکه احزاب سیاسی آزاد نبود و ایران یک حزبی بود خوشنود نبودم، از اینکه راستقامتان تاریخ ایران به جرم مخالفت با پادشاه سابق
در زندان بودن، مثل آقای طالقانی، مثل آقای بازرگان، مثل دانشجویانی که چپ بودن غیره، از این خوشم نمی آمد. بنابراین من نمیدونم که چرا ما به جای اینکه اون طرح نهایی سعادت بشریت رو دنبال کنیم، مثال دیگه ای بزنم، من از اینکه آقای ترامپ به جمهوری اسلامی ایران فشار آورده تا اون نتوانه پولهای ملت ایران رو خرج زیاد خواهی های سیاسی فلسفی ایدئولوژی که خودش بکنه، خوشم میاد. ولی از اینکه آقای ترامپ دروغ میگه، از اینکه به زنها حرمت قائل نیست، از اینکه حقوق اقلیت ها رو محترم نمیشموره، از اینکه به زنان بی حرمتی میکنه، از اینکه به انسان هایی که نقص عضوی دارن تقلید و ادا در میاره، از اینکه پول چاپ میکنه به دوستان و دستیاران خودش و کمپانی های بزرگ میده و مردم فقیر، مردم متوسط دارن بیزنس های کوچیک خودشون از دست میدن، خوشم نمیاد. بنابراین به ایشون رأی نمیدم. کجای من آدم فاسدیه اگر دنبال رگه های اصالت در هر گرایش و سمت و سوی میرم؟ شما در کل زندگی شجریان رو بررسی کنید. شجریان همیشه در کنار مردم بود. اون روزی که مردم آمدند و برای آزادی استقلال تو خیابونها ریختن، او هم آمد و فریاد زد. روزی که حکومت شروع کرد به بیراه رفتن، در کنار مردم خواند و متناسب خواند و کنسرت های مناسب گذاشت و شور مخالفین رو تقویت کرد. تفنگت را زمین بگذاری برادر. خب ایران ای سرای کهن، زلزله بم، هر جایی که رفت مردم سوز تاریخی خودشون رو در نوای مرغ سحر او سر دادند. روزی که 88، قیام 88، مردم به خیابون‌ها ریختن و رو در روی آقای سید علی خامنه ای ایستادن برای گزینش دوباره آقای احمدی نژاد که به یمن و برکت ائتلاف پوتین آقای خامنه ای ایشون دوباره با تقلب یک دوره دیگه بر سر کار اومد، باقی مانده ثروت ملی رو هم چاپید و به جیب هر کسی که باید ریخت. اون وقت آقای شجریان تصویرش هست تو خیابونها پشت اتومبیلش با مردم فریاد زد مرگ بر دیکتاتور. و بعدش هم وقتی از موسیقی او خواستند در رادیو به نفع آقای احمدی نژاد و پیروزی اون مثلا استفاده کنن، شکایت قانونی کرد و ممنوع البیان و ممنوع التصویر شد. اینطوریه که یه انسان اسطوره میشه، نه اینکه از اول شیرخورگیش بچسبه به یه گروه و تا آخر عمرش تو اون گروه چه خوب چه بد باقی بمونه، مثل آقای مکانل اینجا رئیس سنا، مثل لینزی گراهام، که اینا فقط به حزب جمهوری چسبیدن، فرق نمیکنه چه خل بز دیوونه سرش بشینه. اینا هستن که تو تاریخ نابود میشن، از بین میرن. لحظه که نفسشون رفت اسمشون هم میره و یه لکه سیاهی تو تاریخ میمونه. اما روزی که نفس شجریان رفت، جان او در جان نسل‌های حتی آینده ریخت. او گل شد دسته دسته به دست نسل آینده.
او ستاره شد، آسمان ایران پاینده. برای اینکه ارزش‌های انسانی نمی‌میرند، این من و تو و اون یکی که می‌میریم، ارزش‌های انسانی نمی‌میرند. برای آقای خمینی قصد ساختن برای جسدش، از او برای آموزش نسل های آینده چه باقی است؟ خشونت، اعدام شریفترین انسان های اون سرزمین، کشتار وفادارترین سربازان اون مرز و بوم، خدعه به خودی ها. شخص مهندس بازرگان گفت من هرگز باور نمی کردم یک سید مدعی پیروی از قرآن دروغ بگه، و ایشون دروغ گفتن، به شخص بنده دروغ گفتن. از آقای خمینی چی میخواد باقی بمونه؟ حالا دیگه آقای خامنه ای که واویلا واویلا، که ازش چی میخواد باقی بمونه؟ چرا ماجرای شمر و امام حسین به قول آقای اشرف پژوهشگر ایرانی، چرا قصه شمر و امام حسین یک قصه ماندگار در تاریخ ایران شده؟ برای اینکه ظالم و مظلوم رو از هم تفکیک میکنه. چه قصه ای از امام حسین در نسل ها، حتی این نسل هایی که الان اسمشو رو سرشون شیف میکنن و غیره، چه قصه ای هست که از او ماندگار مونده؟ از اینکه او در برابر ظلم یزید ایستاد و از شهادت نهراسید و به اصطلاح تسلیم زور نشد. خب یزید زمانه ما الان آقای خامنه ایه. هنرمندانی که تسلیم یزید میشین انتظار نداشته باشین تو تاریخ ایران بمونین. دو تا فیلمتون گل میکنه، دو تا آهنگتون گل میکنه، سالونتون پر میشه، مردم میان میخونن میرن، ولی وقتی رفتید رفتید. بنابراین برای اینایی که میان اعتراض میکنن، بله آقای شجریان در طول تاریخ عمرش گویا، خیلی ها او رو بهتر میشناسن، ولی بر اساس اون چه که ما میبینیم در طول تاریخ عمرش به پدرش وفادار بود، رفت قرآن رو یاد گرفت، بعد از مرگ پدرش رفت دنبال کاری که دلش میخواست که موسیقی بود. بعد در موسیقی حس کرد پاره ای از ردیف ها و پاره ای از گوشه های موسیقی ایران به فراموشخانه تاریخ سپرده شده، رفت اونها رو احیا کرد. همون کاری که سیما بینا رفیق ناب جانی من میکنه، در گوشه و کنار اون مملکت میره و نوت های گم شده ترانه های محلی رو پیدا میکنه و ضبط میکنه. اینها وطن پرستن، اینها فرهنگ دوستن، در کنارش آزادی هم میخوان. اگر به پادشاه ایران فشار میارن که جلوی آزادی های مدنی رو نگیره، کار غلطی نمی کنن. اگر به ارزش های شعر انقلابی سایه علاقه مندند که به خون دل تاریخی اجحاف طبقاتی اشاره میکنن، کار غلطی نمیکنن. اگر همگام با مردم ایران به پا میخیزند، کار بدی نمیکنن. اگر وقتی مردم به حکومت پشت میکنن، پشت مردم رو میگیرن، کار بدی نمیکنن. اگر خودشون رو نمیفروشن، کار بدی نمیکنن. کجا قطب نمای اخلاقی ما گم شده که این افراد رو مقطعی برچسب میزنیم؟
ضمناً یه چیزی دیگه ایرم بگم که یه خورده خنده داره. من خیلی یاد اون قصه ملا نصرالدین و الاغش و پسرش میفتم که همتون میدونید یه روز ملا و الاغ و پسرش میرفتن. بعد ملا رو خر نشسته بود، پسر افسار خر رو گرفته بود و میرفتن. یکی رسید گفت ملا خجالت نمیکشی؟ تو رو خر نشستی، این بچه جوون داره پیاده را میره. ملا پیاده شد، به بچهش گفت برو سوار خر. یه خورده دیگه رفتن، یه کسی دیگه رد شد، گفتش که آخ 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 عجب پدر ابلهی، تو با این سن سالت داری پیاده میری، اون بچه جوون که الان خستگی نمیفهمه سوار خر شده. پسر رو آوردن پایین، پدر و پسر پیاده با خر ستایی ردیف رفتن. یکی دیگه رسید گفت این خرا رو باش، خره خالی خالی داره میره، اینا پیاده هیچ کدومشون سوار خر نیستن. دیگه ملا که کلافه شده بود گفت بهترین کاری که دیگه من میتونم بکنم اینه که خر خودم به کول بگیرم، ببینم این دفعه چی میگه. دیگه نفر بعدی که اومد رد شد رفت، قاه قاه خندید، گفت این خر ندیده تا حالا نمیدونه، خر رو سوار میشن کولشون نمیکنن. حالا روزگار ماهایی هم که تو جمع ظاهر میشیم و حرف میزنیم همینطوره. یعنی منتها من اشکال ملا رو ندارم، یعنی من همون اولی که میگفت که پیر مرد خودخواهی سوار خر شدی بچت ایناست، میگفتم آقا جان این راه منه، تو هم راه خود تو برو. خب بنابراین من هیچیمو تغییر نمیدم برای اینکه دو تا حرف زشت مینویسین تو فیسبوک یا یه ایمیل مینویسین یا هزار تا باریکلا میگین یا 50 تا نباریکلا میگین، کاری ندارم به اونا، کار خودم رو میکنم. ولی این خنده دار بود که یه دو نفر نوشته بودن که خب این که شما برنامه تو از رو تو خونه از رو زوم میذاری خوب شده، شما خونت هم به ما نشون میدی، یه پوزی هم میدی، ولی چرا نمیری یه گوشه دیگه بشینی؟ باز این از اون کارهاییه که من از کارگردان فنی برنامه تا حالا در 4-5 جای خونه برنامه خواستیم بذاریم، حتی یک بار یه جاشو گذاشتیم و ایشون گفتن نور و فاصله کافی نیست. اینجا من الان رو میز آشپزخونه نشستم و اتاق چسبیده به آشپزخونه پشت سرمه و این بزرگترین جای این خونه است و پنجره ها از تو حیات نور کافی میده. ما که تو خونه پروژکتور نداریم که برنامه تلویزیونی واسه شما درست کنیم. بنابراین اون وقت تازه نمیدونم کجای این خونم پوز دادنیه. آره تنها چیزی که تو این خونه پوز دادنیه یه مش چیزای آبیه که آبی رنگ ایدئال منه، رنگ مورد علاقه منه، این رنگا رو دوست دارم و به من آرامش میده. هر کدومتونم که از این رنگا لذت میبرین نوش جونتون، لذتتون رو ببرین. خب من برگردم یه نکته دیگه ای رو هم بگم و بعد از کارگردان فنی برنامه تقاضا کنم در پایان این برنامه، حالا که شجریان و اخوان سالس کنار هم هستند، زیباترین ترانه شجریان رو که من عاشقانه دوست دارم و از اخوان سالس به نام زمستان که گویای حال امروزی ما هم هست، هوا بس ناجوان مردانه سرد، این رو در آخر برنامه بذارن به یاد شجریان عزیز. و بعد از این امیدوارم یه تعدادی از کسانی که مقطعی انسانها رو ارزیابی میکنن به تصویر کلی او در طول زندگی به اصطلاح بچسبند، به قول خودش در زمانی که
اجاره خانه نداشت، یکی از نزدیکانش نوشته بود در یکی از کابارها 20,000 تومن به او در ماه پیشنهاد میکردن که در کاباره بخونه. اینو نپذیرفت. من قضاوت نمی کنم کسانی که در کاباره خوندن کار بدی کردن. من اولین باری که از آمریکا به ایران اومدم در کاباره میامی دعوت شدم به وسیله زنده‌یاد دایی خودم که یکی از برنامه های خانم هایده رو اونجا دیدم و چقدر لذت بردم اونجا. ولیکن هر چیزی جای خودش رو داره. شجریان برای اینکه امروز در کنار فردوسی بخوابه نباید تو کاباره میخوند. برای پولم این کار رو نکرد. سیما بینا هرگز تو عروسی نخوند با وجود اینکه آهنگاش وجد آوره، ولی در عروسی روستایی هایی که رفت خونشون با لحن بومی خودشون ترانه های جشن و عروسیشون رو خوند. جایگاه او تو تاریخ. هریسا این بانوی صاحب سبک نمی بایست به قول خودش آهنگ های تن جنبان بخونه. او می بایست آهنگ های سر جنبان بخونه. اینا جا مهرهایی هستند که جای خودشون رو تو تاریخ پیدا میکنن. میدونید شیرین ترین دوران کار من تو زندگی کی بود؟ شیرین ترین دوران کارم اون موقعی که درآمدم به مراجعینم، درآمد من، هزینه زندگی من تو جیب مراجعین و مریضای من نبود، بلکه دانشگاه به من حقوق میداد. در زمان پادشاه فقیدم بود، حقوق بسیار خوبی دانشگاه به من میداد، چون هم درس زیاد میدادم هم سمت داشتم، مدیر گروه بودم، حقوق بسیار خوبی به من میداد. من در مرکز مشاوره دانشگاه و در چندین جای دیگه از جمله بیمارستان جنبی شاپور و بیمارستان لقمان دوله ادهم در تهران، من مراجعینم رو رایگان میدیدم. نه رایگان، پولم از یه جا دیگه میگرفتم، اونجا انجام وظیفه میکردم. ولی بعدها در این مهاجرت و جابجایی، خب زندگی ما از طریق مراجعینمون و مراجعینی که پول میپردازن میگذره، غیر از حالا یه استثناهای کوچکی که قابل ذکر نیست. آدم گاهی وظیفه میبینه که جور دیگری عمل کنه. به هر حال تاریخ تک تک ما رو در ترازوی معیارهای جهان شمول انسانی، نه معیارهای مقطعی، نه معیارهای حکومتی. این کسانی که الان به خاطر اقتصاد یا به خاطر شرایط ایران تصمیم گرفتن با آقای ترامپ رأی بدن، از آقای پرویز صیاد دوست نازنینی که بسیاری از افکارش رو دوست دارم تعجب کردم که ایرانیان رو تشویق کرده بود که به ترامپ رأی بدن. تعجب کردم و تعجبم به این دلیل بود که نمیدونم ایشون از خودشون نپرسیدن در این 4 سال چندین بار آقای ترامپ اشاره کرده که من به حکومت ایران میگم بشینن با من مذاکره کنن. اگر دفعه دوم انتخاب شدم مذاکره اونا خیلی ضعیف‌تر خواهد بود. شما فکر میکنین حکومت ایران که به هر قیمتی میخواد بمونه با یک قرارداد تو سری خورده تر با ایشون مذاکره نمیکنه؟ و اون وقت شماهایی که به آقای ترامپ رأی دادین انگشت به دهان حیران نمیمونین؟ ایران یک حکومت مردانه‌ای بود که برای ارزش‌های ایستاده بود. بله میگفتیم هرگز پای مذاکره با ترامپ نمی‌نشینه، ولی امیدوارم این ثابت بشه تو تاریخ
قلبا آرزو میکنم این ثابت بشه، نه این حکومت دووم بیاره و بمونه و وارد مذاکره بشه و ما خفیفتر و تو سری خورتر در صحنه های جهانی ظاهر بشیم. بنابراین تاریخ در طول خود مدت خودش با معیارهای اصیل بشری، ما ارزش‌های جهان شمول داریم در همه زمانها، همه مکانها، همه انسانها آزادی رو دوست دارن، عدالت رو دوست دارن، احترام دیدن رو دوست دارن، دوست داشته شدن و دوست داشتن رو دوست دارن، پذیرفته شدن رو دوست دارن، عدالت دیدن رو، فرصت برابر داشتن برای رشد و شکوفایی رو دوست دارن، امنیت رو دوست دارن، شرف و دیگنیتی خودشون رو تا زمانی که زندن دوست دارن، یعنی دوست ندارن زیر پا بیفتن، دوست ندارن بی‌حرمتی بشن. اینا ایثار در راه آرمان‌های بزرگتر از خیشتن رو دوست دارن. این انگیزه کسانی هست که جان خودشون رو فدای آرمان‌های بزرگ می‌کنن. اینا نظام ارزشی انسان‌های هست و جهان شموله، نه مقطعیه، نه تاریخ، نه زمانمنده، نه مکانمنده، بنابراین نه به فرهنگ ربط داره. حالا انسان‌هایی که در این مسیر حرکت می‌کنن هر کجای دنیا باشن ماندگار میشن. این که گفتم ارزش‌های انسانی، من رو فیسبوک هم یه گفتگوی کوتاهی گذاشتم، یه پدر و دختر که دختر با یه رپ سینگر، خواننده، اینایی که حرف میزنن من بلد نیستم، رپ میشنفم هم نمیفهمم، چه ایرانیش چه فرنگیش، که گویا بچه خیلی خوبی هم نیست. این دختر با اون جدی شده، دختر 18 و نیم ساله، مادر از من وقت گرفت گفت پدر و دختر دارن همو میکشن، دو تا بچه دیگه تو خونه داریم دارن از بین میرن، اینو من از شما وقت گرفتم بیان پیش شما 90 دقیقه دو تا سشن ببینین چیکار میتونیم بکنیم. اینا اومدن نشستن صحبت کردن و پدر از خصیصه های بد این پسر تعریف میکرد که خانوم باز، دروغگو، هر کاری رو برای پول میکنه، بعد وفاداری نداره، احترام نمیدونه یعنی چی، بددهنه، اینا رو همه رو میشمرد. بعد فقط دختر من چشش کور شده برای ماشینی که اون زیر پاشه، برای خونه‌ای که داره، برای مهمونیایی که میره، همش پول 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 پول. دختر 18 و نیم ساله با چنان هوشمندی و به اصطلاح زیرکی برگشت گفتی که خب دادی من از توی سوالی دارم، آیا ترامپ به زنها بی احترامی میکنه یا نه؟ آیا ترامپ بددهن هست یا نه؟ آیا ترامپ برای پول همه کار کرده و میکنه یا نه؟ آیا ترامپ وومنایزر، یعنی زنباز هست یا نه و اینا؟ بعد پدره گفتش که آره، ولی چی کار به ما داره؟ ترامپ is not marrying my daughter. ترامپ دارید با دختر من ازدواج نمی‌کنه. گفت من یه چیز دیگه میخوام به تو بگم. گفت من یه چیز دیگه میخوام به تو بگم. من هر وقت ازت پرسیدم که نه، اول گفتش که whom are you voting for؟ به کی میخوای رای بدی؟ پدره گفت الان جای اون حرف اینجا نیست. ما اینجا اومدیم برای کمک خودمون. گفت نه. بعد برگشت به من نگاه کرد گفت دکتر فرنودی، هر باری که از پدرم پرسیدم به کی میخوای رای بدی، حتی ما رو پوش کرده، من و مادرم رو پوش کرده، میگه که به ترامپ رای بدیم. ازش میپرسم وای، چرا؟ میگه که ایکانومی، he is good for economy. Money. ادای بابا هر رو درم بود. بعد گفتش که اگر تو سن 62 سالگی میتونی ولیوهای خودتو، یعنی ارزشهای خودتو برای اقتصاد سکریفایز کنی، قربانی کنی، چرا من 18 و نیم ساله نباید این کار رو بتونم بکنم؟ اصلا پدر فریز شد.
پدر فریز شد. بنابراین ما با ارزش هامون ارزیابی میشیم، با موزگیری هامون ارزیابی میشیم. این مهمه. بنابراین و انسان از تاریخچه خودش جدا نمیشه. بله، مواقعی هست که مردم ما رو به خاطر خطاها و اشتباهایی که میکنیم اگر صمیمانه عذرخواهی کنیم ما رو میبخشن. مثلا چند نفر برای من نوشته بودن که رو فیسبوک دو سه تا چیزی گذاشتی که از صدای خانم آقای شجریان این غلطه، این نیست، این به اعتبار فیسبوک لطمه میزنه. من بلافاصله براشون نوشتم و پابلیکم برای عموم نوشتم. نوشتم من عذر میخوام، من دخترم، رئیس وب سلوشن کالیفرنیا، وب سلوشن آقای سینا یگانه که اینستاگرامم رو اداره میکنه و خودم، ما چهارتا به فیسبوک اکسس داریم و این دوستان همه نه از روی بدنیتی، با شناختی که از من دارن، با شناختی که از من دارن و سلیقه‌ای که از من میدونن، هر چی به نظرشون میرسه مناسبه میذارن روی فیسبوک. ولی مسئولیت منه، وظیفه منه که دقت کنم و تنبلی نکنم. و این دوستان درست اشاره کرده بودن، من عذرخواهی کردم، مسئولیتشم پذیرفتم و بیشترم دقت میکنم که بعد از این، چون من خودم معمولا گفتگوهای شخصی خودم یا نوشته های خودم رو پست میکنم. به هر حال مردم ما رو میبخشن اگر صمیمانه متواضعانه ازشون عذرخواهی کنیم برای اشتباه و خطاهایی که کردیم. اما اگر با شامورتی بازی بخوایم خودمون رو تو حلق تاریخ فرو کنیم، تاریخ استفراغ میکنه. یاد شجریان عزیز و تمام هنرمندانی که هستند با ما هنوز، هنرمندانی که اصالت موسیقی ایران رو در صحنه‌های مختلف حفظ کردند و استاد در رشته خودشون هستند و با در فشار مضاعف چون زن بودند این راه رو طی کردند. خانم پریسا، خانم هنگامه اخوان، سیما بینای نازنین و بسیاری دیگر، قمر این بانوی ماندگار، حتی سوسن این خواننده آهنگ‌های کوچه، ولی اصالت در کار خودش. اینها ماندگارن و کندن اونها از صفحات تاریخ اون سرزمین غیر ممکن و محاله. آرزو میکنم اون دسته از هنرمندان عزیزی که در ردیف شجریان هستند و هنوز با ما هستند، روزی چشم از این دنیا ببندند که بتوانند آزادانه مورد مشایعت دلپذیر طرفداران و ملت خودشون قرار بگیرن. بختی که نصیب شجریان نشد. با هم به زمستان گوش میکنیم. سرها در گریبان است، کسی سر بر نیارد کرد، پاسخ گفتن و دیدار یاران را نگاه جز پیش پا را دید نتواند، که ره تاریک و لغزان است، که ره تاریک و لغزان است.
و اگر دست محبت سوی کس یازی به اکراها ورد دست از بغل بیرون که سرما سخت سوزان است که سرما سخت سوزان است. نفس که از گرمگاه سینه می آید برون ابری شود تاریک چو دیوار ایستد در پیش چشمانت. نفس کین است پس دیگر چه داری چشم پس دیگر چه داری چشم ز چشم دوستان دور یا نزدیک. پس دیگر چه داری چشم ز چشم دوستان دور یا نزدیک. نفس که از گرمگاه سینه می آید برون ابری شود تاریک چو دیوار ایستد در پیش چشمانت. نفس کین است پس دیگر چه داری چشم چه داری چشم چه داری چشم ز چشم دوستان دور یا نزدیک. پس دیگر چه داری چشم ز چشم دوستان دور یا نزدیک.
مسیحای جوان مرد من، ای ترسای پیر پیرهن چرکین، هوا بس ناجوان مردان سردست، سلامم را